هر کیس میرا بالار سلام به همه خوشومدید به جلسه پنجم از آموزش کتاب استانبول آیک بریم شروع کنیم جلسه جدیدمون رو ما جلسه پیش حالا درس رو شروع کردیم و او بوشو رو تقریبا حالا خدمتتون گفتم توضیح دادم که چه چیزی هستش و اینجا هم باز بو شو و او رو آورده مثال هم اینجا زده که گفته که بو ماسا ماسا به معنی میز خوندیم بو ماسا یعنی این میز یکن هم به معنی نزدیکه خب میگه که حالا منظورش اینه که از بو برای یکن استفاده میکنیم یعنی برای نزدیک از شو هم برای اوزاک استفاده میکنیم یعنی دور از او هم برای چوک اوزاک استفاده میکنیم یعنی خیلی دور حالا من گفتم که شو وسط بو و اوه یعنی شو رو برای چیزی استفاده میکنیم که نه نزدیک نزدیک نه دوره دوره حالا وسط بو و او میشه شو که اینجا هم تقریبا یه جور دیگه گفته گفته آقا شما بو رو برای نزدیک استفاده کن شو رو برای دور استفاده کن برای خیلی دور هم از او استفاده کن خب حالا میتونید اینطوری هم یاد بگیرید و دو تا کلمه پرسشی هم اینجا خدمتتون آموزش داده کیم به معنی چه کسی و نه به معنی چه چیزی اگر بخواین راجع به آدم ها سوال بپرسید از کیم استفاده میکنید و اگر بخواین راجع به اشیا سوال بپرسید از نه استفاده کنید, نه استفاده کنید هم که انگلیسیش هستش خب مثال زده میگه بونه بو به معنی این نه به معنی چیه پس اگر بخواین خب یه چیزی رو نمیدونید که چیه میتونید از بونه استفاده کنید حتی مثلا چیزی که ترکیش رو نمیدونید میتونید از عبارت بونه استفاده کنید و حالا میتونید با دیر هم بگید هیچ فرقی نمیکنه بونه و بونه دیر هر جفتش به معنی این چه چیزی هستش که خب جواب میده بو دولاپ خب این کموده میگه بو دولاب دولاپ به معنی کمود و کابینت هم معنی میده خب حالا دولابتر هم باز هیچ فرقی نمیکنه معمولا برای تاکید بیشتر این دیر در دور دور یا تیر تور تور میارن حالا من اینجا اون پسوندهاشو خدمتتون بنویسم ببینید چهار تا دیر در دور و دور که حالا بیشتر میگم یه بیشتر برای حالت تکیدی آخر کلمات میاد و اینا رفیقم دارن به ترتیب بنویسم تیر تر تور اصلاح کنیم تر تور و تور خب اینا چی هن؟ بالایی ها چیه؟ پایینی چیه؟ من خدمتون اینجا بذارم ببینید ارز کردم اینا برای تاکید بیشتر میان یک و هیچ معنی خاصی توی ترجمه فارسی به اونا نمیدیم حالا پایینی ها چیه؟ پایینی ها رو زمانی ما استفاده میکنیم که آخرین حرف کلممون شامل بعضی حرف های خاص بشه اون حرف خاص چیا هستن؟ اون حرف خاص این فستکچه شهاب هستش شه به هشتا حرف ایکی درد آلت و 8 این هشتا حرف فستک چشه حتما یادتون باشه فستک چشه ش، فستک چشه ها هر موقع یکی از این حروف آخر یک کلمه قرار بگیره مثل دولاب خب په داره دیگه په هم اینجاست اون موقع ما به جایی که بیایم از دیر دور دور استفاده کنیم میایم از تیر تر تور تور استفاده میکنیم پس این یادتون باشه این یه نکته بعد نکته بعدی هم این این که خب ما از کجا بدونیم که مثلا کلمه دولاب اینجا که تر گرفته از کجا بدونیم تر میگیره نمیدونم تیر میگیره تور میگیره تور میگیره اون هم بازی قانون داره قانونش چیه؟ قانونش اینه دوستان ببینید ما در ترکی اینو خوب گوش کنید ما در ترکی یا پسفند هامون یه دونه ایه. یه دونه پسفنت داریم اینو میگم خوب گوش کنید دلیل داره دلش هم اینه که اینو اگه خوب یاد بگیرید تا آخر دوره آموزشیتون حالا چه با من باشید چه با اساتید دیگه این به دردتون میخوره این یه قاعده کلیه پس خوب گوش کنید دوباره تاکید میکنم ما در ترکی یا پسمند های یه دونه ای داریم یعنی یه دونه از پسمندش یا پسوند های دوتایی داریم اون پسوند دوتاست یا پسمند های چهارتایی داریم پس سه نوع پسوند داریم یا یه دونه ایه. یا دوتاییه یا چهارتاییه خب الان که چی بشه میگم خدمتتون ببینید که این بشه این پسوند جز پسمند های چهارتایی یعنی چهار تا پسوند داره اینا خواه دلیل داره بدونید دلیلش هم اینه که بهتر میتونید و درستتر صحیحتر میتونید اینا رو برای آخر هر کلم استفاده کنید اون پس اون پس که یه ای هستن اینا تکلیفشون مشخصه به آخر کلمه آخرین حرف صدادار کلمه اصلا نیاز نیست نگاه کنید مثلا مهم نیست آخرین حرف کلممون چیه آخرین حرف صدادارمون چیه اینا چون یه دونه هستن با فاصله ببین با فاصله اینجاش مهمه اینا رو یه دونه فاصله میدیم بعد می مثال چی میشونه باشه مثلا پسمند ایچین پسمند ایچین یعنی به خاطره این یه دونه هست این ایچینه یه دونه هست دو تا نیست یه دونه هست این ایچین رو بخوای به آخر کلمات اضافه کنی اولا اینکه این ایچین یعنی پسمنت ها برای اسم ها اضافه میشن یعنی به آخر اسم اضافه میشه همیشه ببینم میگن پسمنت های اسمی حالا و فعلا هم تو این کتاب شما به پسمنت های اسمی نیاز دارید حالا تو کتاب های دیگه پسمنت های فعلی رو هم خدمتتون توضیح خواهم داد. فعلا پسمند ایچین این پسمند ایچینه اه 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 یه دونه هستش شما مثلا میگم هر اسمی که می نویسید بنویسید و آخر هر اسم هر حرفی میخواد باشه هر حرف صداداری میخواد داشته باشه اینی چی نمیاد مثلا کتاب <تصحیح> از خواهی میکنم کتاب خب آخرین حرف چسب تحکیف و فستچ شحافه <تصحیح> من این حاب بخورم بله این آخرین حرف چسب ته کفشه یا فستق چشاب خوب واسه هم مهم نیست ما یه دونه فاصله میدیم بعد از پسمنده ایچین استفاده میکنیم پس پسمند این یه دونه ایه اما اما بعضی پسوندها ها دوتایی هستند مثلا حالا جلوتر میخونیم اینجا هم خدمتتون بگم پسوند جم در ترکی به وسیله دو تا پسمند ما یک اسمی رو جمع میبندیم حالا چون اینجا نمیخوام شلوغ بشه بریم قسمت وردمون من اونجا اینا رو کامل بهتون توضیح بدم خب توی قسمت ورد حالا من اومدم اینجا چون اونجا خیلی شلوغ میشد بنویسم و توضیح بدم ببینید ما گفتیم که پسوندها چند تا هستند پسمنت ها سه تا هستن خب یک پسمنت های پس پس یک تایی می نویسم یک تایی خب این پسوند یک تایی مون مثال زدیم به عنوان مثال پسوند ایچین که خب مثالش چی بود؟ مثالش این بود که مثلا می بگیم به خاطر کتاب میگیم کتاب ایچین حالا و گفتیم که توی پسمند های یک تایی یه دونه یه دیگه واسه هم مهم نیست آخرین حرف کلمه چیه آخرین حرف صدادارش چیه می نویسیم مثلا کتاب ایچین مثلا میگیم گیم من ایچین و امثال هم, هم و اینطوری ما می نویسیم و میره حالا من یه فاصله هم بیام پایین خب پس اینا رو ما اینطوری می نویسیم این هستیم اما یه سری پسمند های دوتایی داریم پس پسنده، دوتایی من می نویسم پسمنت های دوتایی چیا هستن دوستان؟ پسمنت های دوتایی هست... خب اسمشون مشخصه دیگه دوتا هستن مثالشو لر و من لار زدم درسته لر و لار زدم اگر به لر و لار دقت کنید دو تاست دیگه یه دونه لرش و یه دونه لارشه خب اینا رو برچه چه معیاری ما اضافه میکنیم به آخر کلمات اینا رو بر اساس آخرین حرف صدادار کلمه یعنی چی آخرین حرف صدادار کلمه؟ یعنی این که مثلا همین مثال اویرتمن رو من پایینم بنویسم مثلا کلمه اویرتمن که به معنای معلم هست و اسم هستش میای نگاه میکنیم میگیم آقا اینجا آخرین حرف صدادار چیه حرف صدادار ما قبلا داشتیم دیگه ما چند تا حرف صدادار داشتیم ما حرف صدادارامو دو دستش کردیم حرفای خشن کردیم که شامل آ او ا, و او بودن حرفای نرم یا اینجه کردیم که به شکل ا ای او و او بودن پس حرفای صدادار دو قسمت کردیم صدا صدادار خشن و حرفهای صدادار نرم اینا میشه آخرین حرف صدادار خب اینا مهمن واسمون ما میایم میگیم آقا به آخرین حرف صدادار کلمت نگاه کن اینجا حرف ا حرف آخرین حرف صدادار هستش نه آخرین حرف آخرین حرف نه ولی آخرین حرف صدادار ا هست خب ما میگیم اگر آخرین حرف صدادارت ا یا جز این حروف اینجه یا نرم باشه شما بیا از پس لر استفاده کن پس یا ای باشه یا یه کلمی باشه که ای باشه یا او باشه یا او باشه ما از پسوند لر استفاده میکنیم یا اون پسوندی رو استفاده میکنیم که ا داره توش حالا پسوندهای های دیگر رو مثال میزنم و اگر هم آخرین حرف صدادار کلمت آ او 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 باشه ما میایم از پسوند لار استفاده میکنیم الان اینجا اویرتمن که به معنای معلمه چون آخرین حرف صدا دارش ا هست خب ما طبیعتا از پسوند لر استفاده میکنیم میشه اویرتمن لر حالا من یه مثال میزنم همین مثال کتاب خب آخرین حرف صدا داره کتاب چیه؟ آی دیگه درسته و چون گفتیم آباشه از لار استفاده میکنیم میام میگم کتاب به معنی کتاب میشه کتاب لار به معنی کتاب ها میشه پس که کلمات مثل کتاب رو هم من به این شکل اینا رو جمع میبندم یعنی با اضافه کردن لار به آخرش یا من یه مثال دیگه میزنم مثلا مثلا چی؟ مثلا ارنجی ارنجی به معنی دانشجو یا دانش آموز میشه آخرین حرف اورنجی چیه؟ آخرین حرف اورنجی آخرین حرف صدادارش ایه ای هم آخرین حرف صداداره هم آخرین حرفه خب آخرین حرف بودنش ما نیاز نیست توی لر و لار. بدونیم آخرین حرف صدادار مهمه چون ای هست و ای هم تو این ردیفه و گفتیم با لر چیز میکنیم این میشه اورنجی لر یعنی به آخر اورنجی که به معنی دانش آموز هستش ما یه لر اضافه میکنیم میشه اورنجی لر این هستیم پس من یه بار دیگه توضیح میدم خدمتتون گفتیم که سه و پسوند داریم پسند هایی که یه دونه هستن دوتایی هستن و چهارتایی هستن پس پسند های یه دونی که تکلیفشون مشخصه اصلا به ما مهم نیست آخرین حرفشون چیه صدادار نرم خشنه ولی پسند هایی که دوتایی هستن آخرین حرف سیدارشون مهمه اگر جز آ او او, او باشه حالا توی پسوند جمع مثال میزنیم از لار استفاده میکنیم حالا بازم میگم پسفند دیگه هم که دوتایی هستن یکیشون آ داره یکیشون حتما ای داره پس یکیشون حتما آ داره یکیشون ای داره هر پسوندی که دوتایی باشه ها اینو یادتون باشه اگر آ او, او, باشه اون پسمند رو انتخاب میکنی که توش آ داره اون پسمند که ای, او, او اون کلماتی که آخر حرفشون صدا داره نرم باشه و اینا رو داشته باشند اون پسمندی رو انتخاب میکنی که ای داره توش توی پسنده جمع مثلا لر اینم لر نخونید لر هستش تلفظش توی کلمات هم آخرین حساب قرار بگیره بچسه به کلمات باز تلفظش لر هستش اینو فراموش هیچ موقع نکنید این از این و سومین دسته هم جز پسوندهایی هایی هستن که پسوند چهارتایی هستن خب پسوندهای های چهارتایی چی هستن؟ من نمیخوام بالا سایر پسوند ها رو مثال بزنم من الان یک چیز کلی رو به شما آموزش میدم شما تا آخر دوره آموزشیتون تا کجا میخواین ادامه بدین این به دردتون میخوره پسونتهای چهارتایی چهار تایی هم مثالشو خوندیم دیگه با دیرها من مثال بزنم خدمتتون دیر در دور و دور اینا جزو پسوندهای چهار حالا من تیراشو نمی, نمی یا بذار بنویسم دیگه حالا اونجا بنویسیم یه نکته اضافه تر دیگه تیر تر تور و تور خب هر شب خدمتون که <applause> توی پسمنطای چهارتایی به چی باید دقت کنید حالا اینا نباشه اینا مثال ها هستن حالا یه نوع از چهار چهارتاییه این توضیحاتی که میگم برای همه پسمنطایی که چهارتایی هستن صدق میکنه خب توی پسمنطای چهارتایی ما به چه چیزی نگاه کنیم ما به نوع آخرین حرف صدادار نگاه, نگاه می کنیم ببینید توی پسند هایی که دوتایی بودن به نرم بودن یا خشم بودن حرف صدادار نگاه می کردیم یعنی نگاه می کردیم ببینیم که آقا این نرم یا خشنه اگر نرم باشه اون پسندی که اداره رو انتخاب می کردیم اگر خشم بود اون پسند رو انتخاب می کردیم که آداره ولی تو پسفند های چهار تایی نوع حرف صدا دار مهمه یعنی چی؟ یعنی این یعنی اگر نگاه میکنی اگر آخرین حرف صدا ا, ا، ا یا ای باشه اون پسوندی رو انتخاب میکنی که توش ای داره خب مثلا توی اون مثال های این چارت مثالی که زدم اینجا کدوم یکی از این پسمند ها ای دارن توش دیر داره دیگه پس اینجا میشه دیر نگاه میکنی اگر آخرین حرف صدادار کلمت آ یا ا او باشه اون پسمندی رو انتخاب میکنی که ا داره توش مثال از پسمند های بالا بخوای مثال بزنی داره اون پسوندی رو انتخاب اگر حالا نگاه کن با کلمه اگر حرف صدا او یا او باشه اون پسوندی رو انتخاب میکنی که او داره توش توی مثال های بالا دور و در نهایت اگر آخرین حرف صدا داره کلمه او یا او باشه اون پسوندی رو انتخاب میکنی که توش او باشه مثل دور در مثال های بالا حالا این دیر در در, در رو نگفتم اینا میگم مثال بودن ولی این قاعده کلیه که اگر یکی از اینا باشه از این استفاده میکنیم حالا اون قضیه چسب تای کفش چیه یا فستک چه شهاب چیه اونم اینه ببینید یادتون باشه من گفتم که به آخرین حرف صدادار کلمه نگاه میکنیم پس در انتخاب نوع پسوند برای آخر یک اسم آخرین حرف صدا داره کلمه مهمه, مهمه آخرین حرفم مهمه آخرین حرفم مهمه از این جهت که حالا من مثال فستت چه شحاب رو مثال زدم خدمتتون حالا چسب ته کفشم میتونید میتونید یاد بگیرید فرق نمیکنه حالا این اوردراش فرق میکنه اینو به شکل فستق این ورژن ترکیشه کسر ترکیش هم ورژن فارسیشه به اینا حروف بیواک میگن توی حالا ویدیو الف با خدمتتون توضیح دادم اون دوستانی که ویدیو الف رو ندیدن من باز یه لینک میذارم اینجا حتما برم ببینن ویدیو الف رو تا کامل الفبای ترکی رو با نکاتش و مثالاش کامل یاد بگیرن چون یه چیز پایی هستش ما به آخر حرف کلمه هم دقت میکنیم به خاطر دو تا دلیل یکی اینکه اگر آخرین حرف کلمه جز این هشتا باشه یه عکس العمل نشون بدیم یه کاری کنیم اگر صدادار باشه صدادار باشه یه عکس عمل دیگه نشون بدیم حالا من وارد دیگه این جزیات نمیشم چون واسعتون غیر قابل فهم و سخت میشه فقط بدونید ما آخرین حرف صدادار کلمه رو چک میکنیم یا آخرین حرف صدادار کلمه واسه مهمه به خاطر اینکه نوع پسوند رو انتخاب کنیم که حالا دوتایی باشه چی اضافه کنیم چهارتایی باشه چی اضافه کنیم آخرین حرف کلمه رو دقت میکنیم یا نگاه میکنیم به خاطر اینکه ببینیم این چسب ته کفش باشه یه کاری بکنیم اگر صدادار باشه یه کار دیگه بکنیم میگم اونو بعدا خدمتتون توضیح میدم فقط شما این سه دست پسفند خوب یاد بگیرید با اینکه کدومش بیاد از چه پسندی استفاده میکنیم یه نکته نکته دوم هم این که من پسوند جمع رو خدمتتون توضیح دادم اینجا پسوند جم در ترکی همه اینکه باید فارسی رو بدونید در فارسی با ها ما کلمات رو جمع میبندیم حالا من این مبحث رو جمع کنم اینجا حالا مبحث جمع رو واسه تون توضیح بدم ببینید ما در فارسی با ها کلمات رو جمع میبندیم مثلا درخت درخت ها نمیدونم بچه بچه ها کلاس کلاس ها یه دونه باها حالا بماند مثلا درخت میشه درختان این آنه عربیه با عربی کار نداریم که وارد فارسی شده ما حالا با فارسی کار داریم میز میزها توی ترکی با لر و لار ما جمع میبندیم که خدمتتون گفتم که از لر استفاده میکنیم که از لار استفاده میکنیم پس دیگه توضیح من نمیدم خدمتتون فقط دو تا نکته هست نکته اول این که توی فارسی حالا توی انگلیسی توی انگلیسی اگر عددی بیش از یک رو بیاریم مثلا دو سه چار الاخر باید کلمه رو ما جمع کنیم توی انگلیسی مثلا کتاب که میشه بوک مثلا یک کتاب میشه وان بوک یا ای بوک حالا ای بوک فرق با وام ولی بخوای بگیم دو کتاب چی باید بگیم؟ باید بگیم تو بوکس یعنی چون این دو شد اسمم باید جمع بشه ولی تو فارسی اینطوری نیست ما میگیم یک کتاب دو کتاب سه کتاب عدد واسه اسممون مهم نیست که اسممون جمع بشه دقیقا توی ترکی هم اینطوریه اسم از عدد تبعیت نمیکنه. نمیگه آقا خب بیر کتاب اکی کتاب لار، این غلطه بیر کتاب، اکی کتاب، اوچ کتاب، بیر ارتمن، اکی ارتمن، اوچ ارتمن، بیر ارنجه، اکی ارنجه دقیقا اینطوری ما میریم جلو این یه نکته هستش، من هر واقع کلاس دارم این بینیم میخواره، نمیدونم این یه نکته پس اسم با عدد تبعیت دوتا باید یه بزن، تبعیت نمیکنه یا از اسم تبعیت نمیکنه حالا ما گفتیم شما متوجه شدید اون از بنویسیم فردا پس فردا ایراد میگیرن خب یه نکته این بود یه نکته هم توی ترکی بعضی اسما هستن که اینا چون کلمات اصیل ترکی نیستن و کلمات غالبا عربی هستن و از عربی وارد شدن از این قاعده حروف صدادار نرم و خشن پیروی نمی کنن. یعنی برساس اونا نیستن اینا یه اسمای دستشماری هستن حالا من توی کتاب صفحه شو میگم خدمتتون همین صفحه 16 کتاب حالا توی تو این ویدیو هم نشون میدم زوم میکنم که بنویسید یه سری کلمات هستن مثل ساتلر، لر، هایلر، لر،, لر و امثال هم که اینا جز یعنی از این قاعده فرو صدا دار نرم و خشن تبعیت نمی دیگه مثلا آخرین حرف صدا داریش ساعت آه خب آه ولی به جای اینکه ساعت لار بگیم خب یعنی قاعده اینو میگه این نمیشه دیگه میگن آقا اینو لر بگو چرا چون عربیه من یه نکته هم داخل پارانتز بگم زبان ترکی زبان فوق العاده قاعده منده یعنی استثناء خیلی خیلی کم داره خیلی کم داره اصولا این استثناء هم که میبینید اینا کلمات خود ترکی نیستن کلمات خارجی هستن که وارد ترکی شدن به خاطر همین جز استثناء واقع شدن وگرنه یعنی زبان ترکی زبان کاملا موزون هستش تبعیت حروف صدادار داریم یعنی اگر یک کلمه اصیل ترکی اولین حرفش جزء حروف صدادار خشم باشه یعنی جز یک از حروف حالا آ او باشه بقیه حروف صدادار اون کلمه همش حروف صدادار خشن هستن اگر اولین حرف صدادار جز مثلا حروف صدادار نرم باشه بقیه حروف صدا داره اون کلمه همشون نرم هستن این حالا من همه زبان ها رو دوست دارم ولی خب یکی از ویژگی بارز و عالی زبان ترکی هستش که در هر زبانی اینو واقعا این ویژگی نیستش خب من خدمتتون اینجا نوع پسمند ها رو خدمتتون گفتم پسمند جمرم توضیح دادم بریم سراغ کتاب و از کتاب هم یکم بخونیم خب اومدیم کتاب من خدمتون توضیح دادم این قسمت حالا رد بشیم فقط شما به عنوان تمرین برای جلسه آینده این قسمت سه رو حتما انجام بدیم توی کلاس هم انجام میدیم فقط به عکسها دقت کنید ببینید عکسهایی که اون نماشون نزدیکه از این چیه استفاده کنین عکسایی که نماشون متوسط حالا شونه استفاده کنین عکسایی که نماشون دوره از اونه استفاده کنید باز یه نکته هم بگم اضافه کنم اینجا که معمولا با شو خیلی کم سوالی میکنن نه اینکه نکنن غلط ها نه خیلی کم سوالی میکنن معمولا از بونه و اونه استفاده میکنن و جواب رو با شو معمولا میدن باز میگم معمولا نه همیشه نه این قاعده نیست ام... این حالا ب... من اینطوری شنیدم تجربه اینو میگه واسه من ام... و اگرم آدم باشن خب مثل اینا خب از کین باید استفاده کنید دیگه مثلا این مثلا دور این نزدیک این مثلا حالا وسط حالا بونه بارجان بوکیم اوکیم شوکیم استفاده کنید مثلا این دختر بنویسید کزه این فوتبالیسته، فوتبالیست به بنویسید ایشون هم دکتر هم که ایشون دکتره و همچنین قسمت چهار باز اینجا چند تا کلمه داده پلیس که به معنی پلیس پنجره به معنی پنجره است اویرتمن معلم اتوبوس اتوبوس کوش به معنی پرنده کپک سگ آوکات, آوکات وکیل گارسون گارسون چای چای تلفن که تلفن کاپو در پستاج پستچی چانتا کیف کدی گربه بیلگیسایار کامپیوتر مهندس مهندس همشیره پرستار دفتر دفتر او خونه شارکجه خارنده خب اونایی که آدم هستن انسان هستن توی زیر مجموعه کیم بنویسید اونایی که اشیا هستن توی زیر مجموعه نه بنویسید این هم از این خب حالا این پسند جمع که خدمتون توضیح دادم بونلار کپک این هم باز یه نکته هست اینجا بگم خدمتتون این زمایر اشاره بو شو او اگه اینا به شکل جمع باشه یعنی بونلار به معنی اینها شونلار حالا اونا اونلار آنهای دور باشه دیگه اسممون به شکل مفرد میاد این هم یادتون باشه یاکن به معنی نزدیک اوزاک به معنی دور چوکوزاک هم که باز خوندیم به معنی خیلی دور بونلار نه اینا چه چیز هستن؟ بونلار بردک دیگه نمیگه بونلار بارداکلار بردک معنی لیوان اینا لیوان هستن مثل فارسی یا اگر از بونلار استفاده نکنید از زمایر اشاره استفاده نکنید اسم رو به شکل جمع میگید لیوان ها اینا چی هستن؟ لیوان ها هستن بونلار کیم اینا چه کسی هستن؟ یا میتونید با دیر برای تاکید بیشتر استفاده کنید؟ اینا چه کسانی هستن؟ اینا دانشجوان. بونلار ارنجی یا ارنجیلر بعد کلمات اینجا که نوشته تکیل و چول حالا من بکشم این ور تکیل به معنی مفرد چول به معنی جمع که اینجا خودش مثال زده کتاب شده کتابلار کز شده کزلار کوتو شده کوتولار همون قوتی تلویزیون شده تلویزیونلار اگر دقت کنید به آخرین حرف صدا داره این کتاب کز کوتو تلویزیون میبینید بر اساس اون قاعده هست که من خدمتتون توضیح دادم پنجره شده پنجره لر کدی شده کدی لر کوی به معنی روستا شده کویلر لر انگور میشه ازم اما صفحه بعد صفحه بعد هم اون چیزایی که گفتم خدمتتون استثناء ها اینا هستن ساعتلر میشه ساعت ها میشه خیال ها حال لر پاردون حال, حال میشه وضعیت وضعیت ها سیاحت میشه سیاحت سفر رول میشه نقش میشه رولر با وجود اینکه این اوه ولی باز با لر نمی نویسیم یعنی استثنا دیگه الکل میشه الکل که الکل لر میشه الکل ها سمبل که میشه همون سمبل نماد مثال که خب حالا مثال و مشغول به معنی حالا مشغول مشغول لر باز جمعش با لره پترول ها به نفت بنزین سوخت که با لر میشه کالپ هم که به معنی قلبه کالپ لر قلب ها ایدئال هم که اون ایدئاله حالا کلمات اکثر هم فرانسوی و عربی هستش باز تمرین دارید تمرین قسمت پنج باز این رو جلسه آینده حل خواهیم کرد که کلمات رو نگاه میکنید با آخرین حرف صدا دارش و آخرین حرف صدادارش حالا نرم باشه لر اگه خشم باشه خشم فقط دقت کنی که این دوازده تا استثنا نباشه نه اونا باشه باید لر استفاده میکنید تا اینجا نگه میداریم ما درسمونو جلسه آینده این پسوندهای پرسشی میگم به اینا پسفند پرسشی رو قطعا خواهیم خون تدریس خواهیم کرد و حالا باز نکاتش و خدمتتون میگم اول تعمینا رو انجام میدیم جلسه آینده بعد میریم های پرسشی رو با همدیگه بررسی میکنیم تا جلسه آینده خوشکلن گوش میگوزریم